بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، با یکی دیگه از سری برنامه‌های دیدگاه با موضوع عقلانیت شعائر امام حسین علیه السلام و حالات و انواع عزاداری امام حسین در خدمت شما هستیم. شعائر، آیین‌ها و مناسک یکی از اجزای مهم اغلب ادیان و اعتقادات دینی در سراسر جهان هستند. پیروان ادیان با انجام دادن شعائر دینی از یک سو اعتقادات خودشون رو تحکیم می‌بخشند و از سوی دیگه هویت جمعی خودشون رو تقویت می‌کنند. شعائر دینی عامل اصلی ارتباط روزانه دینداران با اعتقادات و باورهای مذهبی. در اسلام هم شعائر دینی جایگاه مهمی رو به خودشون اختصاص دادن. این شعائر چه در قالب عبادت‌های روزانه مانند نماز جمعه، نمازهای یومیه، روزه و حج و چه در شکل آیین‌های مردمی از نخستین روزهای طلوع اسلام تا به امروز در میان فرق مختلف اسلامی رواج داشته. شعائر دینی اما در میان شیعیان بیش از هر چیز معطوف به وقایع زندگی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بوده. در این میان شعائر مرتبط با شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، امام حسین فرزند امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، بیش از دیگر شعائر در میان شیعیان رواج داشته، به صورتی که امروزه تقریبا همه جماعت‌های شیعی در سراسر کره زمین به گونه‌ای شعائر امام حسین علیه السلام رو برگزار می‌کنند. اما سوالی که در این برنامه می‌خوایم از کارشناس محترم بپرسیم این هستش که گاهن شنیده میشه بحث منطقی یا غیر منطقی بودن شعائر مطرح میشه و آیا اصولاً انواع و اقسام شعائر امام حسین منطقی هستند اجرای اونها یا خیر، و یا اینکه شور و هیجانی که در اجرای شعائر امام حسین علیه السلام وجود داره به چه دلیل هست؟ آیا این شور و هیجان نباید سال به سال با گذشت زمان افت پیدا بکنه، یا اینکه تمام این اتفاقاتی که میفته و عزاداری برای امام حسین علیه السلام حالتی هستش که در بطن و فلسفه خود عزاداری نهفته هست؟ به هر حال این سوالات و سوالاتی از این قبیل رو تصمیم داریم انشاءالله در این برنامه از کارشناس محترم جناب حجت الاسلام شیخ فیاض جعفر، پژوهشگر و محقق در زمینه تاریخ ادیان و هنر اسلامی جویا بشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب شیخ فیاض جعفر و متشکرم از اینکه بار دیگه دعوت ما به این برنامه رو پذیرفتید. بله، بنده هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم اجازه بفرمایید از شما بخوام که خلاصه از اون چه در جلسه قبل داشتیم رو خدمت بینندگان ارائه بفرمایید. در بخش اول ما به صورت مختصر درباره آیین عزاداری امام حسین علیه السلام صحبت کردیم و همچنین اندکی به روز عاشورا اشاره کردیم. مسئولیت ما در قبال امام حسین علیه السلام لزوم ناراحت بودن، عزاداری و اشک ریختن و برخی اعمالی که در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام درباره عزاداری ذکر شده. برای افرادی که نیازمند به دست آوردن دیدگاهی درباره این موضوع هستند که چرا ما بدین شکل برای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا عزاداری و گریه میکنیم هم صحبت شد. بسیار متشکرم. به عنوان سوال اول اجازه بدید از شما این مطلب را بپرسم که به نظر شما وظیفه ما در قبال افرادی که عزاداری برای امام حسین علیه السلام را عملی غیر منطقی و بی فایده میدونند چی هستش؟
زمانی که ما در مقابل چنین سوالاتی قرار میگیریم که عزاداری که شما برای امام حسین انجام میدید غیر منطقیه، میبینیم که چنین سوالاتی از سوی افرادی مختلف مطرح میشه. برای مثال یک گروه از مردم رو داریم که به دین اسلام و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امام حسین علیه السلام اعتقادی ندارن. در پاسخ به اونها میتوان گفت که شما این داستان رو درک نمیکنید و نیازی نیست تلاش خاصی رو برای پاسخ به این افراد صورت بدیم. برای مثال شخصی به سراغ شما میاد و اصلا به خدا و دین اسلام اعتقادی نداره و از شما میپرسه چرا هنگامی که عبادت میکنید روی زمین سجده میکنید و اینکه چرا شما باید 5 مرتبه در روز نماز بخوانید و یا اینکه چرا 30 روز در ماه رمضان روزه داری میکنید. برای افرادی که قرار نیست پذیرای آنچه ما میگوییم باشن، میتوانیم از آنها عبور کنیم و نیازی نیست به چنین افرادی پاسخ خاصی بدیم. اما گروه دومی از افراد هستند که شایسته دریافت پاسخ ما هستند و اونها افرادی هستند که احتمالاً خارج از مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند و اونها لایق دریافت این پاسخ هستند که چرا ما بدین شکل عزاداری میکنیم. و یا حتی افرادی که میخواهند به کودک همراه خود درباره عزاداری و آیین امام حسین علیه السلام پاسخ بدن. برای این نوع از افراد عنوان میکنیم که اولا عبارت غیر منطقی خیلی وابسته به طرز تفکر شخصیه. هر کسی میتونه عنوان کنه این کار غیر منطقیه و همه این موارد بر اساس درک شخصی از این موضوع مطرح میشه که چرا این گونه این عزاداری ها صورت میگیره. همونطور که میبینید واقعیت اینه که اگر شما بخواید این موضوع رو از دید دین اسلام، از دید قرآن، از دید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و خاندانش ببینید، بدون شک متوجه میشیم که برای مثال اعمالی که در قرآن توصیه شده، همونطور که در برنامه پیش درباره داستان یعقوب علیه السلام اشاره شد، حقیقت اینه که یعقوب برای یوسف اشک ریخت زیرا وی پیامبر بود، زیرا وی نماینده الهی خداوند سبحانه و تعالی بود و از دست دادن وی سنگین بود و این دلیلیه که ما عزاداری میکنیم، زیرا یعقوب آنقدر گریه کرد که به گفته مفسرین قرآن تقریبا کور شد و بینایی خود را از دست داد. دوم اون که ما میبینیم اعمال پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت این گونه بوده، اما اجازه بدید به این سوال بازگردیم که آیا عزاداری برای امام حسین علیه السلام غیر منطقیه؟ متوجه میشیم اشکهایی که میریزیم و فریادی که برای همدردی و اعضای اهل بیت میزنیم، در واقع این تنها چند قطره اشک به خاطر از دست دادن یک فرد نیست. برای مثال خیلی از این افراد که ادعا میکنن عزاداری ما غیر منطقیه، آیا گریه کردن برای فردی که از دست میدهن بی احترامی به خداوند سبحانه و تعالی است؟ آنها خواهند گفت که نه، زیرا عزاداری و اشک ریختن ما فقط به خاطر یک داستان غم انگیز نیست. مانند کسی که یک برنامه تلویزیونی یا یک فیلم تماشا میکنه و کسی که یک تراژدی رو میشنوه و یا حتی از دست دادن یکی از اعضای خانواده ایمان که بر زندگی ایمان تأثیر داشته. اما اشکهای ما برای امام حسین علیه السلام اشک اصلاح و دگرگونیه. در میان عباراتی که ما در روز عاشورا میخوانیم گفته میشه یا لیتنا کنا معکم و یا اینکه ما چقدر دوست داشتیم در آن دوران در کنار شما بودیم. در واقع متوجه میشیم اون اشکهایی که برای امام حسین میریزیم نشانه علاقه و عشق ما به پیامبر و عشق ما به امام حسینه و در ادامه این غم و اندوه میگوییم یا لیتنا کنا معکم و یا اینکه چقدر ما دوست داشتیم در آن دوران در کنار شما بودیم و با اعلام عشق خود به پیامبر و خداوند سبحانه و تعالی از تو دفاع میکردیم. همه اینها احساس هستند و با آن اشک ها برخی اوقات متوجه میشویم و برخی اوقات گریه میکنیم، چون هیچ عبارتی نمیتواند حس آن فرد رو بیان کنه. ما نمیتوانیم به روز عاشورا بازگردیم و در کنار امام حسین باشیم، اما این اشک وسیله ای برای نشان دادن ابراز همدردی و عشق ما، وفاداری ما، راستی ما و فرمانبرداری ما از امام حسین علیه السلام و خاندان و همراهانشه. بله، ممکنه شخصی بیاد و سوال متفاوتی درباره ظواهر بپرسه، مثلا اینکه چرا این گونه عزاداری میکنیم و چرا ما این مناسک رو انجام میدیم و مرثیه خوانی میکنیم و به سینه خود میزنیم، مجالس برگزار میکنیم. اما مردم باید اصل اون رو متوجه بشن که عزاداری ما برای امام حسین وسیله ای برای زنده کردن آموزه های امام حسین علیه السلام و اشک های ما برای امام حسین زیبایی، عدالت، رحمت، عشق و همدردی و یاد مردی بزرگ مانند
امام حسین علیه السلام رو زنده میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید حسین منی و انا من حسین، که یعنی حسین از من است و من از حسین، یا احب الله من احب حسینا، بدین معنا که خداوند سبحانه و تعالی هر کسی را که امام حسین را دوست داشته باشد دوست دارد. به نظر شما فلسفه این که شیعیان هر ساله با همون شور و اشتیاق سال قبل مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام رو برپا میکنن چی هستش؟ به عبارت دیگه چرا هر ساله به جای اینکه از شدت شور و اشتیاق عزاداری برای امام حسین کاسته بشه بر اون افزوده میشه؟ به واقع این سوالی بسیار مهمه، از این جهت که درک ما از اعمالی که در روز عاشورا انجام میدیم چیست. خب ممکنه فردی بگه من این داستان رو در 30، 40، 50، 60، 70 سال پیش و یا حتی صدها سال شنیدم و اون رو در روزهای محرم، اربعین و شهادت همه امامان اهل بیت شنیدم و بارها در سالهای گذشته شنیدم، چرا این داستان در این حجم تکرار میشه؟ مسلما این موضوعی فوق‌العاده است که داریم. افرادی که داستان امام حسین را می‌دانند ارتباط و پیوستگی با امام حسین دارند. برای مثال من یکی از اعضای خانواده‌ام را از دست دادم، پدربزرگم را. افراد زیادی اعضای خانواده‌شان را از دست می‌دهند، مثلا کودکان، خاله، عمه، دایی و عموی خود را از دست می‌دهند. اونها افراد نزدیکشون را از دست می‌دهند که گاهی اوقات بسیار ناراحت کننده و تراژیک است. اما ناراحتی ما برای اون اشخاص و اعضای خانواده‌مون که با آنها زندگی کردیم، افرادی که با آنها صحبت کردیم و افرادی که بسیار به ما از نظر فیزیکی، معنوی، فکری و اجتماعی نزدیک هستند، می‌بینیم بعد از 2-3 روز، 1 هفته، 1 ماه، 1 سال و یا 2 سال ما بر اون غم غلبه می‌کنیم و این غم دیگر اون شدت و گستردگی خود رو نداره. برای مثال هیچ کسی نمی‌تونه ادعا کنه که برای افراد بسیار نزدیک به خود مانند پسر یا دخترش، یک کودک، چه چیزی میتونه از دست دادن یک کودک دردناکتر باشه؟ افرادی که کودکان خود رو از دست میدن دیده شده که سرانجام به زندگی خود بازگشتن. اونها متوجه شدن که این امر خدا بوده و ما باید با اون کنار بیاییم و نیازی به گریه و اندوه برای مدت طولانی نیست. چرا عزاداری برای امام حسین علیه السلام با این شدت و گستردگی برگزار میشه؟ انگار که همین الان این تراژدی روی داده. یکی از مواردی که فوق‌العاده و شبیه به یک معجزه است و ما به عنوان پیروان اهل بیت علیهم السلام در فرهنگ خود داریم. اما فلسفه پشت این موضوع به مواردی که در پاسخ به سوال پیش مطرح کردن برمیگرده و این است که اشکهایی که ما برای امام حسین می‌ریزیم و شأن و اطاعت از وی و گستردگی که ما همه ساله در خلال عاشورا داریم و درست مانند سالهای پیش و آینده حتی اگر گسترده تر نشه کوچکتر نمیشه. به این دلیل است که اینها ابزاری هستند تا ما از آموزه های امام حسین علیه السلام تسلی بگیریم. میبینید در یک سطح مهم همونطور که گفتیم هر کسی که داستانی غم‌انگیز میشنوه گریه میکنه، اما در سطحی بالاتر برای شخصی که پیامبر صلی الله علیه و آله رو درک کرده، شخصی که عاشق پیامبر و ائمه بوده گریه میکنیم و متوجه میشیم که ممکنه این اشک‌ها در سطحی بسیار بالاتر از اون داستان غم‌انگیز ریخته بشه. اما زمانی که می‌خوایم سطحی بالاتر داشته باشیم و شخصی که دانش و معرفت عمیق از امام حسین علیه السلام رو داره، یک عاشق اهل بیت، برای این افراد این اشک‌ها بسیار مهمتره. برای این افراد این غم حتی بالاتره. اما سپس می‌بینیم که برای اونهایی که می‌خوان در مسیر امام حسین علیه السلام قدم بردارن و اونهایی که احساس می‌کنن همراه امام حسین علیه السلام در کربلا هستند و اونهایی که با امام حسین زندگی میکنن، انگار که امام حسین زنده است، برای چنین افرادی وقتی به روز عاشورا میرسیم غم بسیار بزرگتر میشه، زیرا بالاترین سطح معرفت و شناخت امام حسینه. درک این موضوع که امام حسین چه کسی بود، تشخیص این که
امام حسین برای چه ایستادگی کرد و همه اینها فلسفه کل مراسم و مراسم هایی که در یک روز یا یک دهه متوالی یا 15 روز متوالی یا 68 روز منتهی به وفات حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار میشه، همه این روزها روز عزاداری و اشک ریختنه. هدف برای شخصی که میخواد با امام حسین علیه السلام و اهل بیت زندگی مجدد داشته باشه، ایجاد کانال و شرایطی برای انجام کارهای خوب و مثبت، عمل کردن بر اساس همان رویه که امام حسین علیه السلام انجام میداده. اجازه بدید به یک مثال اشاره کنم. در خلال جنگ صفین شخصی به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام آمد. البته جنگ صفین میان سپاه امیرالمؤمنین و سپاه معاویه بوده. شخصی به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین، سفر طولانی داشتم تا اینجا بیایم و موضوعی را به شما بگویم، اما برادری دارم و برادرم عاشق شماست و یکی از شیعیان شماست و یکی از پیروان شماست و عاشق شماست، امیرالمؤمنین. در این لحظه امام علی علیه السلام فرمودند: و من نیز عاشق او هستم. این شخص سپس گفت: یا امیرالمؤمنین، اما برادرم نتوانسته در جنگ امروز حاضر باشه، به دلایلی من تونستم بیام ولی او نتونسته. در این زمان امام علی علیه السلام پیروان خود را جمع کرد و شروع به موعظه آنها کرد و به آنها گفت: ای پیروان من و ای همراهان من، مردی وجود دارد که نمیتواند من را در جنگ علیه معاویه همراهی کند، اگرچه وی امروز با ماست و اینکه وی زیر پرچم ما میمیرد. آنها گفتند: امیرالمؤمنین، منظورتان چیست؟ ایشان فرمودند: آن افرادی که عاشق ما هستند و میل دارند با ما باشند، انگار که با ما هستند. همچنین حدیثی از امام صادق علیه السلام است که میفرماید: من به خاطر اشتیاق بودن با امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خودم را کمتر از اصحاب امام حسین علیه السلام نمیدانم. این بدان معناست که غم و اشک های ما، مجالسی که شرکت میکنیم، مرثیه خوانی، سینه زنی و همه این آیین و مناسک عزاداری امام حسین علیه السلام، ابزاری برای نشان دادن وابستگی ما به امام علیه السلام است و این به خداوند سبحانه و تعالی نشان میدهد که من این کارها را میکنم چون میخواهم آموزه هایش را روشن کنم و تعلیم دهم و من به خاطر این فرصت که میتوانم با پسرش امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشم، خدا را شکر میکنم و این اصل واقعی عزاداری و گریه کردن بر امام حسین علیه السلام است. ما دعا میکنیم که ای کاش با امام بودیم و در حالی که میبینیم نمیتوانستیم، ما انرژی، میل و حمایت خود را از وی تا جایی که میتوانیم نشان میدهیم. خب متشکرم از پاسخ شما. آیا در طول زندگی اهل بیت علیهم السلام سخنرانی، شعر یا رفتاری ذکر شده که جنبه تشویق و ترغیب مردم به عزاداری برای امام حسین علیه السلام رو داشته باشه؟ امروز زمانی که به عملکرد خود برای مراسم شهادت امام حسین علیه السلام می‌نگریم، متوجه می‌شویم از میان مهمترین مراسم‌های عزاداری، مرثیه خوانی و قصیده خوانی بر امام حسین علیه السلام و سخنرانی کردنه. در عمل می‌بینیم که مرثیه خوانی هر زمانی که فصلی از غم و اندوه فرا می‌رسه، در عمق سنت شیعی و به واقع در سنت مسلمانان جای گرفت. برای مثال در دوره پیش از اسلام و در دوره جاهلیت، هر زمانی که کسی شبه جزیره عربستان میمرده، برای گرامی داشت اون فرد در گذشته، شاعران عرب و شاعران مکه بالای قبر او حاضر میشدن و اشعاری به یاد فرد و درباره اینکه چه کسی بوده و چه خصوصیاتی داشته میخواندن. این روند پس از ظهور اسلام نیز ادامه یافت، ولی اونقدر که در دوران پیش از اسلام عملی و اصولی بود نبود. اما مشاهده میکنیم همزمان با حوادث کربلا و تراژدی امام حسین، ما شاهد هستیم این روند، همون روند شعرخوانی برای این تراژدی و برای عزاداری امام حسین علیه السلام، با نشان دادن اندوه جامعه و شعرخوانی در وصف این حوادث، بار دیگه جای خود رو در میان مردم مستحکم میکنه. میبینیم که این امر به رسمی تبدیل شده در میان پیروان اهل بیت علیه السلام و حتی افرادی که پیروان اهل بیت نیستند، زیرا امام حسین علیه السلام نوه پیامبر و سید شباب اهل جنت
هستند. بنابراین نوعی گذار و حرکت میان شاعران شبه جزیره عربستان در زمینه شعر مرثیه در گرامی داشته امام حسین علیه السلام صورت گرفت. برای مثال شاعرانی مانند فرزدق داریم که شاعری مهم است و حتی شاعر معروفی به نام دبل ابن خزائی داریم که در مکتب اهل بیت علیهم السلام بسیار بسیار معروف است. همچنین ده ها و حتی بیش از اون افرادی رو داریم که در جامعه خود و در مساجد محلی خود اشعاری رو در گرامی داشته یاد امام حسین علیه السلام میخوندن. مردی به نام بشیر ابن هزله که در زمینه شعر قوی بود، زمانی که کاروان امام زین العابدین علیه السلام و خانم زینب سلام الله علیها به مدینه بازگشتن، وی خود و پدرش شاعر بودن و بسیاری از تاریخ نویسان این داستان رو نقل کردن که اشعاری در روزهای محرم رم سر میداده مانند یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، که این اشعار برای خیلی ها آشناست. خب ما میبینیم بدون شک اعمالی که ما امروز انجام میدیم کارهایی که در دوران زندگی اهل بیت علیهم السلام انجام میشده و حتی مورد تشویق اهل بیت قرار میگرفته، که موضوعی مهم و فوق العاده است. برای نمونه میبینیم که امام زین العابدین علیه السلام زمانی که با کاروان به مدینه باز میگرده و از بشیر ابن هزله میپرسه آیا تو هم مانند پدرت شاعر هستی؟ وی میگوید بله. سپس امام علیه السلام میگوید تراژدی پدرم امام حسین علیه السلام را به شعر بیان کن. در دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام نیز میبینیم که همین جریان ادامه داره. البته گفتگوی میان امام رضا و کمیل ابن خزائی مهمترین موضوع در زمینه تشویق شاعران در این زمینه است. کمیل پس از اون شروع به سرودن درباره مصائب اهل بیت علیه السلام در مجموع و به ویژه مصیبت ها و شهادت امام کاظم میکنه. بنابراین بدون شک تأکید بر مرثیه خوانی در دوران اهل بیت علیهم السلام آغاز و مورد حمایت قرار گرفته. بعد سخنرانی تقریبا پدیده جدیده، اگرچه در دوران اهل بیت وجود داشته. به گفته محققان این روزها این بخشی از مراسمیه که این روزها انجام میشه. برای نمونه ما در همه جا در ایام محرم سخنرانی های یک ساعته داریم که درباره قرآن، پیامبر، جنبه های اخلاقی، ازدواج، کودکان و غیره صحبت میکنه و در این مجالس و در این روزها هر موضوعی باز میشه. این سخنرانی ها در واقع موضوعی بسیار مثبته که از سوی علما و مکتب اهل بیت مورد حمایت و تشویق قرار گرفته تا از این مراسم ها به نام امام حسین علیه السلام استفاده شه و با انجام این آیین اخلاق اجتماعی و جامعه و اخلاقیات بهتری در جامعه داشته باشیم. خب به نظر شما گریستن برای امام حسین علیه السلام چه منافع و مزایای روحانی میتونه برای شخص گریه کننده داشته باشه؟ درباره مزایای روحانی که ما از اشک ریختن برای امام حسین علیه السلام به دست میاریم، میبینیم که سنت ها و احادیث زیادی از اهل بیت درباره اهمیت گریه کردن وجود داره. ما به چند نمونه از اونها در گفتگوی اول اشاره کردیم. ما در اینجا فقط اشاره کوتاهی به سوالات بسیار مهم درباره اهمیت گریه کردن و اشک ریختن برای امام حسین علیه السلام محض تاکید مجدد میکنیم. و اولین اهمیت اون اینه که میبینیم زمانی که برای امام حسین علیه السلام گریه میکنیم در مسیر اهل بیت قدم برمیداریم. تک تک اهل بیت علیه السلام برای تراژدی کربلا گریه کردند و پس از حوادث کربلا اونها بخشی از روزهای خود و بخشی از زندگی خود رو صرف مطرح کردن تراژدی عاشورا کردند. در پایان زندگی همه امامان اهل بیت علیه السلام با وجود مصائبی که به خود وارد شده بود، مصائب و ظلمی که به خود وارد شده بود رو در کنار ظلم و مصائبی که به امام حسین علیه السلام وارد شده مطرح و مقایسه کردند و گفتند برای مثال پس از آنکه سمی به بدن امام رضا علیه السلام وارد شد، وی به سوی پیروانش و امام جواد علیه السلام پسرش رفت و به آنها گفت مرا از تخت زمین بگذارید و اجازه دهید روی زمین بخوابم. از وی پرسیدند یا ابن رسول الله، چرا در هنگامی که در حال درگذشتن هستید و شما از درد شدید رنج میبرید از ما خواستید تا شما را روی
روی زمین قرار دهیم. وی به آنها گفت: زیرا می‌خواهم بدانم که چگونه پدر بزرگم امام حسین علیه السلام درگذشت. و البته امام حسین علیه السلام روی زمین و در حالی که تیر و نیزه در بدن داشت و در حالی که اسب‌ها روی بدنش می‌دویدند درگذشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. همونطور که می‌بینید اهل بیت بر این موضوع تأکید کردند. مهمترین بخش مزایای روحانی در واقع حرکت کردن و قدم گذاشتن در مسیر اهل بیت. ما در زیارت ناحیه که زیارت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه می‌بینیم که وی درباره اشک‌هایی که برای امام حسین علیه السلام ریخته صحبت می‌کنه. فان اخرت نیت دهور، زمان به من اجازه نمی‌دهد که با تو باشم تا عشق خود رو به تو نشان دهم و روزهای خود رو به یاد تو می‌گذرانم. صباحاً و مساءً ولأبکین علیک بدل الدموع دما، من روزها و شب‌هایم را صرف گریه کردم و اشک ریختن برای تو می‌کنم تا از شدت گریه اشک‌هایم به خون تبدیل شود. می‌بینیم مهمترین مزیت روحانی این موضوع پیروی و قدم گذاشتن در مسیر اهل بیت علیهم السلام. قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. خداوند سبحانه و تعالی در قرآن کریم به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور میده که بگوید من هیچ اجری نمیخواهم مگر محبت به خانواده ام. اولا این عشق و محبت بالاترین مرتبه روحانیت و گریه کردن، غمگین بودن و اشک ریختن و همه این موارد ابزاری برای نشان دادن آن عشق و قدم گذاشتن در مسیر اهل بیت علیهم السلام. اونها در روزهایی که به اونها احتیاج خواهیم داشت با رحم و شفقت به ما نگاه خواهند کرد. بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که در این مسیر بهترین عملکردمان را داشته باشیم و در مسیر اهل بیت علیهم السلام گام برداریم که در کنار عزاداری برای امام حسین علیه السلام همه این مزایای روحانی را به دست آوریم. امام صادق علیه السلام در دعا و حدیثی می‌فرماید: ارحم تلک العیون التي جرت دموعها رحمتا لنا. ای خداوند به چشمانی که در شفقت و عشق ما اشک می‌ریزند رحم کن. ارحم تلک الصرخه التي كانت لنا. ای خداوند به افرادی که در شفقت و عشق ما فریاد می‌زنند رحم کن. اینها احادیث و دعاهایی از امام صادق علیه السلام است. این بدان معناست که عزاداری و گریه ما برای امام حسین علیه السلام دعای اهل بیت رو به همراه داره و چه چیزی میتونه بهتر از دعای اهل بیت برای ما باشه. یک موضوع بسیار مهم که در سنت شیعی نهادینه شده و همه ما در خانواده های شیعی با اون رشد کردیم و افرادی که در برابر سنت شیعی و تراژدی امام حسین علیه السلام قرار نگرفتند یا از اون بیخبرند، عبارتیه که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا مطرح میکنه. اجازه بدید مقداری به سابقه تاریخی اون اشاره کنم. همه اعضای خانواده امام حسین علیه السلام و یارانش و کودکانش در مقابل وی کشته شدند تا اینکه وی در صحرای کربلا تنها ماند. وی زمانی که برای آخرین بار برای خداحافظی از خانواده و فرزندان و زنانش رفت، در میان صحرای کربلا به دشمنان نگاه کرد و رو به آسمان فریاد زد: هل من ناصر ینصرنا؟ آیا کسی هست به ما کمک کند؟ زمانی که ما به این گونه موارد نگاه میکنیم و مسئولیت خود رو در قبال ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در قبال تراژدی کربلا، سرزمین کربلا، خانواده پیامبر بررسی میکنیم، ابتدا باید به عقب بازگردیم و این جمله امام حسین علیه السلام رو مورد بررسی قرار بدیم. زمانی که وی میگوید آیا کسی هست به ما کمک کند، در روزهای محرم، در روز عاشورا و روزهای دیگر سال ما باید اطمینان حاصل کنیم که هر کاری میتوانیم در جهت خدمت گذاری به امام حسین علیه السلام، در جهت پاسخ گفتن به درخواستی که وی داشته انجام بدیم. زیرا بسیاری از مردم ممکن است بگویند این درخواست فقط به محرم و روز عاشورا مربوط میشه که امام حسین در حال صحبت با 30,000 تن لشکر دشمن بود تا اینکه افرادی از اون سپاه به کمک امام حسین بیان. این یک راه درک این جمله است، اما درک عمیق‌تر از این عبارت حاکیست گفته های اهل بیت علیهم السلام به همه مکان ها و نه به زمان و فضای خاصی باز میگرده. امام حسین علیه السلام این عبارت رو مطرح کرد تا افراد و جوامع رو در جهت پاسخگویی به این درخواست بسنجه. اکنون ما چه کاری در زمینه انتقال این پیام امام حسین علیه السلام به جهان انجام میدیم؟ برای مثال مردم در شهر نیویورک به گوشه خیابان ها میرن و آیاتی از قرآن یا انجیل رو قرائت میکنن و دیگران رو به عقاید و مذهب
مذهب خود دعوت می‌کنند. اینکه آیا این روش برای ارسال پیام دین مناسبه یا خیر، اما ما یک روش استراتژیک نیاز داریم و نیاز داریم کاری کنیم تا افراد رو به پیام امام حسین علیه السلام دعوت کنیم. برای مثال میتوان ابتکارات مختلفی در این زمینه داشت. یکی از بهترین ابتکارها داشتن یک شبکه تلویزیونی مانند شبکه تلویزیونی امام حسین علیه السلامه، و یا حتی انجام کارهای زیادی در حمایت از امام حسین علیه السلام و پیامش و خانوادهش. اما به هر حال ما نیازمند منابعی برای اون هستیم و افراد هر یک منابعی برای اون در اختیار دارند. به عنوان مثال اقداماتی رو مشاهده میکنیم، نظیر اینکه مردم در راه امام حسین علیه السلام بطری آب پخش میکنند، در راه امام حسین علیه السلام غذا پخش میکنند. در میان این کارها نور حسینی رو پخش کنید تا در قلبها و اذهان مردم نفوذ کند. اما چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ اگر به سراغ همسایه‌مان برویم و میان اونها غذا، شیرینی، شکلات و یا چیزهای دیگه پخش کنیم و هنگام دادن آب، شکلات و یا هر چیز دیگه ای میتونیم بگوییم که این هدیه ای از طرف امام حسین علیه السلام است، و در مورد اینکه حسین کیست یک جمله اخلاقی و یا حدیث یا بخشی از دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو بگویید و اون رو در میان مردم پخش کنید که بتواند درک و عشقی از امام حسین علیه السلام برای اونها ایجاد کنیم که امام حسین علیه السلام کیست. بسیاری از ما در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر یا چیزهای دیگه عضو هستیم. پیامی از امام حسین علیه السلام و پیامی از اهل بیت علیهم السلام رو اونجا بفرستیم. ما نیز باید همین کار رو انجام بدیم. باید اطمینان حاصل کنیم که دائما افراد رو به اجتماعات خود دعوت میکنیم. همونطور که قبلتر گفتم، افراد رو به مجالس خود دعوت کنیم. افراد رو به یک سخنرانی درباره امام حسین علیه السلام دعوت کنید. افراد رو دعوت کنید کتابی درباره اینکه چه اتفاقاتی در روز تراژدی امام حسین روی داد مطالعه کنند. هر یک از ما وظیفه و مسئولیتی شخصی و هر یک از ما وظیفه و مسئولیتی اجتماعی داریم. مراکز اسلامی ما نیاز دارند تا عملکرد بهتری برای دور هم جمع کردن مردم و ارسال پیام امام حسین علیه السلام ایفا کنند، و همینطور ما شخصا نیز همین وظیفه رو هنگام صحبت کردن با دیگران در مدرسه، محل کار، با همسایگان و هر کاری که لازم باشد تا مردم رو به پیام امام حسین علیه السلام دعوت کنیم. در واقع هر کسی که این داستان را بشنود سرانجام دست کم عاشق امام حسین علیه السلام خواهد شد، و این بدان معناست که ما باید آموزه های او را پخش کنیم و به درخواستش پاسخ دهیم. زمانی که درخواست میکند آیا کسی هست که ما را یاری کند، ما باید بیاییم و به درخواست امام حسین علیه السلام پاسخ دهیم. ما اینجا هستیم تا هر کاری میتوانیم برای مردم انجام دهیم تا پیام شما را به جهانیان ارسال کنیم. ما چند دقیقه دیگه زمان داریم. ما باید یک مفهوم بسیار مهم رو درک کنیم، و اون آوردن مردم به سوی مذهب اسلام بر اساس درخواست قرآن و اهل بیت علیهم السلام. اجازه بدید این آیه رو برایتون قرائت کنم. خداوند سبحانه و تعالی در قرآن می‌فرماید: ادعو الی ربک بالحکمت والموعظة الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. به این معنا که افراد رو به راه خداوند بیاورید، بالحکمت الموعظه، با حکمت و هوشیارانه، و همچنین با زبانی زیبا. زمانی که ما می‌خواهیم مردم رو به اهل بیت علیهم السلام دعوت کنیم، به خودم و همه برادران و خواهرانم و معتقدان و پیروان امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام یادآوری می‌کنم که ما باید بسیار استراتژیک عمل کنیم. ما باید متوجه باشیم که زمانی که ما پیام امام حسین علیه السلام را ارائه می‌کنیم، ما می‌توانیم خدمتگزار امام حسین علیه السلام باشیم و با طرز بیانمان باعث شویم افراد به سوی امام حسین علیه السلام دعوت شوند. اگر ما خیلی پرخاشگر باشیم و از زبان بدی استفاده کنیم، ما این کار رو به صورت نامناسب و در تضاد با مکتب اهل بیت انجام دادیم. مردم به ما نگاه میکنند و میگویند که این افراد در واقع اخلاقیات و تقوا را رعایت نمی کنند. چیزی که درباره روش و انسانشناسی و رویه‌ای که ما استفاده میکنیم تا مردم رو به سوی امام حسین علیه
علیه السلام و پیامش دعوت کنیم خیلی خیلی مهمه. این است که زمانی که به خیابان می روید و در شهری بزرگ مراسمی برگزار می کنید به زبان انگلیسی سخن بگویید، زیرا ما در دنیای غرب زندگی می کنیم. برای دعوت مردم به راه و پیام امام حسین علیه السلام کارها رو به نحوی انجام بدید که با فرهنگ کشوری که در اون زندگی می کنید سازگار باشه، زیرا با این روش می تونید مردم رو به پیام امام حسین علیه السلام دعوت کنید. اجازه بدید به یک مثال و یک مورد عملی اشاره کنم. برای مثال در روزهای محرم ما آیین و مناسکمان را که از شرق آوردیم تلاش داریم برای مردم غرب ارائه کنیم. در اینجا ما از اون چه انجام میدیم آشفته میشیم. برای مثال در جهان غرب و در اینجا در آمریکا و اروپا زمانی که کسی میمیرد مراسم تدفین برگزار میشه یا اتفاق غم انگیزی میفته، مردم اغلب گل رز میارن و روی قبر قرار میدن. ما میتونیم در روزهای محرم و عاشورا و مراسم ها در خیابان ها یا مقابل مساجدمان گل و گل های رز بیاوریم و به همان روش به جامعه نشان دهیم که نگاه کنید یک مراسم تدفین دارد انجام می شود و یا اتفاق غم انگیزی روی داده. اجازه دهیم آنها هم بیایند و ما می توانیم پلاکارد یا تابلویی بزنیم و به مردم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی دارد روی می دهد. ما باید جامع عمل کنیم و زمانی که افرادی خارج از مکتب اهل بیت علیهم السلام رو دعوت می کنیم باید در قلب و ذهن و جامعهشان احساس کنند که در مراسم تراژدی امام حسین مورد استقبال قرار گرفتن. باید بتونیم عشق امام حسین رو به اونها به خوبی توضیح بدیم تا اونها به این مراسم احساس وابستگی بکنن و بتونن اون رو درک بکنن. برای مثال با توضیح داستان حضرت عیسی و موسی که در زیارت وارث آمده مردم رو به امام حسین دعوت کنید. در این زیارت آمده السلام علیک یا وارث موسی کریم الله و السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. امروز ما مسیحیان و یهودیان رو در جامعه خود داریم و اونها موسی و عیسی علیه السلام رو میشناسند. به اونها توضیح بدید که امام حسین علیه السلام تایید کننده آموزه های موسی و عیسی علیه السلام بوده و به همین دلیل ما او رو گرامی میداریم. نه تنها آموزه های امام حسین بلکه آموزه های موسی و عیسی و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز به تنهایی دوام نمی آوردند و از بین می رفتند. زمانی که اونها نام های آشنا میشنوند به اونها متمایل میشوند و حرف رو که میزنیم میپذیرند. بنابراین به طور خلاصه باید گفت باید به خودم و بینندگان یادآوری کنم که ما باید استراتژیک باشیم و شرایطی بسنجیم و بازخورد اون رو ببینیم و درباره استراتژی های هوشمندانه فکر کنیم که چه کاری میخواییم انجام بدیم تا مردم رو به پیام امام حسین علیه السلام دعوت کنیم و امیدواریم بتونیم نور و روشنی امام حسین علیه السلام رو به همه جهانیان ارائه کنیم. انشاءالله. جناب شیخ فیاض جعفر خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه با ما بودید. متشکرم و خدا نگهدار. انشاءالله همه ما در این روزهای محرم بتونیم با اندک کارهایی که انجام میدیم خادمان امام حسین علیه السلام باشیم. انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، از یکایک شما هم سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون بی بهره نذارید. تا دیداری بعد، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.